درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده سلسله برنامه های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی با دکتر آرتمیس اهورا هستم و همینطور درود و خوش آمد میگم به شما بانو آرتمیس عزیز در خدمت. سپاسگزارم بانو افسانه گرامی، درود بر شما و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. خواهش میکنم بانو آرتمیس، جستار امشب در مورد این هستش که گلوبالیست ها در پذیراندن ایده جهانی شدن به مردم جهان از چه شیوه ها و ترفند هایی بهره میبرند و استفاده میکنند. درسته، این یک بحث خیلی خیلی جالبی است به خاطر اینکه جنبه های گوناگون داره و شاخه های گوناگون داره و میتونه از نظرهای گوناگونی این موضوعات بررسی بشه. در مورد این به اصطلاح پرسش آغازین میشه گفت که همه ما اون چیزی که در مورد پدیده گلوبالیسم شنیدیم اینه که خب یک بازار آزاد جهانی ایجاد میشه، شما محصولاتتون رو در همه جای جهان میتونید بفروشید، از همه جای جهان میتونید محصول بخرید و در واقع ایده اصلی خود گلوبالیسم هم بر همین مبنا بنا شده که کورپوریشن ها یا کمپانی های چند ملیتی بزرگ بین کشورها یک جور در واقع آرمان شهر اقتصادی برای خودشون درست کنن، یعنی اینکه همه در همه جای جهان به همه کالاها در هر جای دیگر جهان بتونن دسترسی داشته باشن. خب این یک پدیده ای بود که از روز آغاز ایده گلوبالیسم بر مبنای اون بنا شد و از سوی دیگه در واقع آمدن بر این تعریف افزون بر این چیزی رو افزودن و اون اینکه دسترسی به اطلاعات هم از سراسر جهان به سراسر جهان آزاد و سریع و رایگان بشه. این ایده اصلی بود که پس از اون ایده اقتصاد جهانی، دسترسی به اطلاعات جهانی هم دومین فاکتوری بود که گلوبالیزم بر اساس اون شکل گرفت. ولی مشکل اینجاست که قضیه به این سادگی که در موردش تبلیغ شد نیست و موضوع این گلوبالیزم به این صورت اصلا کار نمیکنه و بعدها هم دیدیم که نکرد و بیشتر و بیشتر پیچیدگی ها و در واقع مشکلات خودش رو پیدا کرد. هنگامی که افراد آمدن و این ایده در ذهنشون اومد، فکر کردن که خب این موضوع میتونه به بهتر شدن وضع اقتصادی جهان کمک کنه، اما غافل از این موضوع بودن که آیا این بهتر شدن وضع اقتصاد جهان به نفع همه مردم جهانه یا یک جور بردهداری نوین ایجاد میکنه. کسی به این موضوع موقع فکر نکرد. اینکه همه آزاد باشن کالاهاشون رو در جهان بفروشن یک مسئله است و اینکه چه اندازه افراد شانس دارن در یک همچین بازار بزرگ جهانی کالاهاشون رو بفروشن هنگامی که کورپوریشن های بسیار غولاسایی در جهان هستند و همه بازار کالاهای اصلی و گران و عمده جهان رو دستشون دارن، چه اندازه امثال من و شما یا آدم معمولی میتونیم در این بازار راه باز کنیم؟ یک قضیه دیگه است که هرگز بهش پرداخته نمیشد در بازی تبلیغات گلوبالیستی. به عنوان مثال اتومبیل سازی های جهان چیزی نبود که اجازه بدن به عنوان مثال کمپانی های غولاسایی مثل فورد، مثل کادیلاک، مثل بیوک، مثل بنز، مثل بی ام و، مثل پورش، مثل فراری یا مثل حتی پژو یا مثل تویوتای ژاپن یا نیسان یا هاندا، این چیزی نبود که بعدها اجازه بدن هر کسی از هر جای جهان بتونه حتی وقتی خودروساز میشه بتونه وارد این رقابت فشرده بشه. چرا؟ برای اینکه در پی پیشرفت های تکنولوژی
شما سرمایه های هنگفت ریسرچ و تحقیقات لازم دارین و این هزینه های بزرگ رو برای اینکه کمپانی های بزرگی که شما در جهان میبینید پیشروی خودروسازی یا پیشروی ساخت هواپیما یا وسایل پزشکی پیچیده، وسایل مهندسی پیچیده و امثال هم، تلویزیون سازی یا مثلا وسایل برقی یا موبایل سازی یا امثال اینها در جهان میبینید، این چیزی نیست که هر کسی، هر مثلا حسن آقا و حسین آقایی بتونه از تو خونش بتونه وارد چنین عرصه‌ای بشه و بتونه وضع مالیش رو بهتر بکنه یا به اقتصاد خودش و مثلا خانوادهش یا حالا کشورش کمک کنه. در واقع آنچه که ما در این باز شدن بازار اقتصاد جهانی دیدیم، چنگال های اختاپوس های این کورپوریشن ها یا شرکت های چند ملیتی رو بزرگتر و آزادتر کرد که تا هر دورترین نقطه این کره زمین که یک روزگاری اینها در اونجا دست نداشتن یا بازو نداشتن یا به خاطر مقررات اقتصادی کشورهای گوناگون جلوی صادرات بیرویشون و فروش بیرویشون گرفته میشد برداشته بشه. در نتیجه شما ممکنه از توی دور افتاده ترین روستاهای آفریقا تا دورترین روستاهای آسیای مرکزی مثلا مغولستان یا حالا هر جای دیگه که روزگاری اصلا بازار بزرگ جهانی به اونجاها راه پیدا نمی کرد، شما انواع و اقسام وسایل تکنولوژی که به روز جهان رو ببینید که در اونجاها فروخته شده و در واقع بازارهایی که هرگز امکانش نبود شاید تا چند دهه گذشته برای خیلی از این کورپوریشن ها به روشون باز شد. اما در کنار این باز شدن بازارهای بزرگ، اتفاق بزرگ بدتری یا سیاهتری برای کشورهای گوناگون افتاد و اون این که چند فرهنگی یا فرهنگهای گوناگون در بسیاری از نقاط جهان شروع کرد به کمرنگ شدن و حتی محو شدن، همان گونه که زبانهای گوناگون در جهان شروع کرد بسیاری از زبانهای لوکال محیط در یک محیط و منطقه‌ای و بومی شروع کرد به از بین رفتن، طوری که به اصطلاح سازمان ملل متحد و یونسکو و این سازمانهایی که مدعی حقوق انسانها و رنگارنگی تمدن‌ها و وجود و حضور میراث فرهنگی بشری هستند اعلام کردند که مثلا داره در هر 3 دقیقه یک زبان از جهان محو میشه، یک زبان منطقه‌ای و محلی، و این اتفاق با پدیده گلوبالیزم به سرعت شگفت‌انگیزی در چند دهه اخیر اتفاق افتاد که بسیاری از فرهنگ ها، بسیاری از زبان ها، بسیاری از موجودیت های هویتی منطقه‌ای در باز شدن درهای اقتصاد جهانی و هجوم کالاهای بسیار از کورپوریشن های بزرگ به اونجاها شروع کرد به از بین رفتن. به عنوان مثال برای این که بهتون بگم چگونه پدیده گلوبالیسم موجب نشد وضع اقتصاد کل مردم جهان خوب شه، ممکنه عده‌ای بسیاری در در ساخت و ساز این کورپوریشن های بزرگ در کارخانجاتشون و در جاهایی که اینا تولیداتشون رو دارن تولید میکنن مشغول به کار باشن، اما از آن جایی که این کورپوریشن های بزرگ سرمایه هاشون رو به کشورهای محروم بردن، کارگرهایی با قیمت بسیار بسیار ارزون، تا اونجایی که ما میدونیم مثلا در چین تا روزی 20 سنت یک کارگر حقوق بدن، تونستند که قیمت تموم شده کالای خودشونو بیارن پایین و به قیمت بسیار پایین تر کالا رو تولید کنن و بعد اینها رو ببرن بفروشن به کشورهایی که واقعا ایشنو تکنولوژی قابل ارائه یا تولیدات قابل ارائه جایگزین اینی ندارن. یعنی اینکه شما اگر مثلا گوشی و موبایل رو به کشورهای آفریقایی میفروشین،
خب اون تولید کننده آفریقایی میتونه به شما در نهایت چی بفروشه وقتی شما این بازار آزاد رو باز میکنید؟ یعنی اینکه مثلا شما میبرید جنسا رو اونا هم بتونن بیارن مثلا جنساشون رو به کشورهای اروپایی و آمریکایی، ولی عملا اونها هیچ نوع تولیداتی نداشتن که بتونن تولیداتشون رو به کشورهای اروپایی و آمریکایی و مثلا کشورهای بسیار جهان اول و نیرومند از نظر اقتصادی بفروشن. دانش اتفاقی که افتاد اینا فقط شدن مصرف کننده، یعنی درهای مصرف بسیاری از کشورها باز شد بدون اینکه اون کشورهایی که مصرف کننده تولیدات گسترده و بدون حد و مرز و برداشته شدن مرزهای اقتصادی جهان بشن، بدون اینکه اونا بتونن خودشون سود خاصی نصیبشون بشه و به جای اون اجناسی که وارد شده بتونن جنسی حداقل به اون کشورهای ثروتمند فروخته باشن. در نتیجه به طور سنتی کشورهای عقب مانده تر و محروم تر و در حال توسعه یا توسعه نیافته تر بیشتر تبدیل شدن به بازار مصرف و به طور سنتی هم فروشنده منابع طبیعی اولیهشون باقی موندن. مثلا همون منابع اولیه که حالا مثلا از آفریقا وارد میکردن، از الماس، از طلا، از مواد معدنهای گوناگونی که در آفریقا هست، مواد خام و منابع طبیعی رو در واقع همون گونه که در صدها سال از اون کشورها آوردن و جاهای دیگه فروختن، همون اتفاق ادامه داره و همون وضعیت اقتصادی و درآمدی و صادراتی که داشتن براشون باقی موند بدون اینکه اینها بتونن خودشون بشن تولید کننده تکنولوژی و بدون اینکه بتونن تراز صادرات و واردات رو به نفع کشور خودشون ببرن، بلکه یه مقداری بالاتر. عملا اگر شما نگاه کنید آمارهای اقتصاد جهان رو، میبینید کشورهایی که در حال توسعه بودن یا توسعه نیافته بودن همچنان در همون این بالانس یا نابرابری تراز صادرات و واردات موندن. اگر وارداتشون اینقدر هست، صادراتشون اینقدره و این تفاوت نه تنها کمتر نشد که مثلا صادراتشون رو ببرن بالاتر، بلکه به نظر میرسه به خاطر ورود و واردات وحشتناک کالا این تفاوت بیشتر و بیشتر هم داره میشه. بنابراین این یکی از فریب‌های بسیار بزرگی بود که متأسفانه مردم جهان خوردن در رویای این که الان که اقتصاد آزاد در جهان برقرار میشه، ما از فردا کشورهای بهتر و پیشرفته تر و ثروتمندتر و وضع اقتصادیمون بهتر میشه. یک نمونه دیگه از این که چگونه این پدیده گلوبالیسم برخلاف آنچه که ادعا می کرد موجب بردهداری نوین شده، کشورهای آمریکای مرکزی هستند. حتی در یک استیت پنجاهم امریکا که هاوایی باشه، شما وقتی وارد میشید مردم بومی اون استیت یا اون ایالت رو در رده کارگری میبینید فقط. یعنی مثلا تمام این سرمایه هایی که میره اونجا به صورت هالیدی ریزورت و هتل های لوکس و به اصطلاح هتل های آل اینکلوسیو و این برنامه هایی که همه مردم این روزا میدونن، سرمایه وحشتناکی که برای جذب توریست و نمیدونم تفریحات گوناگون مثل مثلا پاراشوتینگ و نمیدونم اسکی روی آب و نمیدونم زیپلاین و این حرفا برای مردم گذاشتن، تمام اینها یه کمپانی های بزرگ امریکایی هستن، حالا یا اروپایی ولی بیشترشون امریکایی هستن. و جالبه تمام این سرمایه ها به صورت کاملا آزاد به تمام این کشورهای آمریکای مرکزی و حتی آمریکای جنوبی داره وارد میشه و این بیزینس های بزرگ اونجا زده میشه. اما آیا مردم بومی اونجا چه پیشرفتی زندگیشون کرده؟ در نهایت مردم بومی این کشورها همینطور دست به دهن موندن، یعنی فقط میزان کاری که در طول روز انجام میدن کفاف خورد و خوراک و تأمین امور بسیار پایه زندگی خودشون رو میده و هرگز این مردم بومی، شما در خود هاوایی اگه برید، بومیان هاوایی، تازه این ایالت آمریکاست، نگاه کنید خونه هاشون مثل خونه روستاهای
در واقع شمال خودمونه، یعنی روستاهایی که مردم خود محلی شمال زندگی میکنن که از این بلوکای سیمانی و سقفای مثلا حلبی مانندی روی این شیروانیاشون و اینا هست. این زندگی مردمی است در یکی از ایالتهای آمریکا، مردم محلی همونجا، در حالی که تمام اون سرمایه‌ای که به عنوان توریسم و این حرفا میره توی این هتل‌ها و ریزورت‌ها و اون تفریحات گوناگون خرج میشه، چون اونها مال کورپوریشن هاست، میره این همه درآمد این توریسم توی جیب اون کورپوریشن ها. مردم منطقه بهبود وضع زندگی ندارن، چون همه یا دارن راننده هستن، یا دارن نظافتچی هتل ها هستن، یا در حد مثلا کارهای خدماتی که باید در کارهای بیسیک و پایه به اینها داده میشه. آیا شما هیچ کدوم از بومیان خود اون مناطق رو میبینید که شده باشن هتل دار؟ نه. آیا هیچ کدوم از اونها رو میبینید که خودشون صاحب یک سرمایه گذاری بزرگ شده باشن در سر ورود این سرمایه ها به اونجا؟ نه. آیا هیچ کدومشون خودشون شدن یه قطب بزرگ گردانندگی توریسم و تبلیغات توریستی و جذب سرمایه؟ نه. و این جالبه که مردم فکر میکنن این باز شدن در اقتصاد جهان موجب شده وضع مردم جهان بهتر شه. نه، وضع مردم جهان بهتر نیست، اما برای اینکه به ازای هر نوع پیشرفت و تکنولوژی که وارد زندگی مردم میشه، هزینه های زندگی رو میبره بالا. شما اگر که مثلا در 4 دهه پیش فقط باید اجاره خونه و برق و آبتون و یه دونه ماشین در یک خانواده رو میدادید، امروز زندگی رو برای شما به شکل این گلوبالیزم تغییر میده که هر یک نفر از افراد خانواده باید یک موبایل داشته باشه، اینترنت داشته باشه، انواع و اقسام بازی های کامپیوتری رو این بچه ها باید استفاده کنن و دارن میکنن، انواع و اقسام خرج های فرعی به زندگی مردم مثل هر افراد خانواده هر یک نفرشون صاحب یک ماشین باید باشن و امثال اینها اینقدر اضافه شده به زندگی مردم که مردمی که دارن کار و تلاش میکنن شبانه روز، در نهایت اگر نگاه کنید وضع رفاه خانواده های مثلا خود آمریکا رو با 4 دهه پیش، رفاه مردم آمریکا و کوالیتی آف لایف اومده پایین. اینو من نمیگم، اینو آمارها نشون میده، برای اینکه نشون میدن که اگر در 4 دهه پیش یک پدر خانواده کار میکرد و یک خانواده 4-5 نفره اداره میشد در آمریکا، الان 2 نفر دارن کار میکنن تا همون خانواده 4-5 نفره اداره بشن. و مضافاً بر اینکه در 40 سال پیش خانواده های آمریکایی میزان سیوینگشون یا پسندازشون بیش از امروز بوده. امروز 2 نفر مثلا پدر و مادر کار میکنن و بچه هم از 14-15 سالگی که وارد دبیرستان میشن شروع میکنن به کارهای ساعتی و پاره وقت، ولی باز در نهایت خانواده در همون لولی است که 40 سال پیش بود، با میزان بیشتر کار، با میزان بیشتر زحمت و پسنداز کمتر. بسیاری از افراد نسل جوان آمریکا در دهه 20 و 30، این باز اینا باز من نمیگم، این چیزی است که در سایت CDC یا به اصطلاح بیماری کنترل بیماری های آمریکا شما میتونید در مورد بیمه ها بخونید، بسیاری چیزی حدود 40% جوانان آمریکایی در دهه 20 و 30 شون بیمه ندارن و بیمه نمیخرن، بیمه درمانی، چون میگن ما الان داریم هنوز مریض نمیشیم، کمتر مریض میشیم، جوونیم، دردامون کمتره، حاضر نیستن برن بیمه بخرن، برای اینکه بیمه خریدن در ماه یک پول کلا نیست برای کسانی که الزاماً حقوق بگیر نیستن، چون خیلی از افراد ممکنه پاره وقت کار میکنن، در نتیجه شامل بیمه از محیط کارشون نمیشن. خیلی ها فقط ویکندا پایان هفته ها مثلا کار میکنن از جوانان، خیلی از جوان ها کار خودشونو مثلا دارن، یا حتی خیلی از اونا به خاطر اینکه در 2 یا 3 جای مختلف کار میکنن، بیمه های خیلی 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 پایه در حد اورژانس و تصادفات و اینها رو بهشون میدن، در اینکه اینها نمیرن خودشون اضافه بر اون سازمان یه پولی بدن که خودشونو بیمه
درست حسابی بکنن. و این اتفاق در 4-5 دهه پیش در امریکا نمی افتاد. این گونه نبود که 40-50% جوانان دهه 20 و 30 بیمه نخرن برای خودشون، یعنی پولشون نرسه. اگه میخوان مثلا ماشینی بخرن دیگه مجبورن بیمه رو نخرن که اون پول رو برن بدن برای قسط ماشینشون مثلا در ماه و همساله. بنابراین این دوتا امری که من به شما گفتم بزرگترین فریبی بود که بر اساسش در واقع گلوبالیزم بر مبنای اون درست شد و اندیشش این بود، اما این اتفاق نیفتاد. این دوتا بود. نکته دیگه که وجود داره مثل فمینیزم که روز اولی که مثلا در دوران کارگرهای زن آمریکایی هنگامی که برای شرایط بد کاریشون شروع کردن در اتحادیه‌های کارگری دنبال اندیشه فمینیزم رفتن که ما زنان حقوق برابر میخوایم، ما شرایط کار برابر میخوایم، نمیدونم بیمه میخوایم، چیزهایی رو میخوایم که به کارگران مرد میدن، اول با یه ایده خوب شروع شد. اما امروزه کاملا اندیشه های فمینیستی به سوی اندیشه های بسیار مخرب و سیاهی حرکت کرده، یعنی دیگه نه تنها دنبال اون حقوق برابر زنان و مردان نیستن، بلکه بسیار دنبال از بین بردن اخلاق، اتیک، پرینسیپل های زندگی، پرستیژ زنان و خیلی از این حرفا هستن و اکثر کسانی که امروزه در جامعه جهانی در قالب فمینیست میبینید افرادی هستن که شاید خیلی از من و شمایی که خودمون جز بانوان هستیم خجالت میکشیم که به کارهای اینها، به تبلیغاتی که میکنن، به ریاکشن و عکس العمل ها و کنش و واکنش هایی که در مواقع مختلف، تظاهراتشون، شیوه لباس پوشیدنشون و همه اینا، خود ما شرمنده میشیم که یک عده‌ای به این نام ها دنبال حقوق زنان هستن. بنابراین این پدیده گلوبالیست، عده‌ای که دنبالش هستن، افرادی هستند که بی برو برگرد دنبال جمع کردن ثروت بیشتر هستند و دنبال برداشتن تمام موانعی که این حرص بی پایانشون رو میتونه محدود بکنه. به عنوان مثال کارگرانی که مثلا، یعنی کمپانی هایی که سلاح میسازن، مارکتشون باید در کجاها باشه؟ در خاورمیانه بیشتر و در برخی از کشورهای ناآرام و آشوب زده آفریقا و در آمریکای جنوبی و مرکزی، در قسمتی که کارتل های مواد مخدر هستند، و اون سو هم در آسیای دور، در مثلث طلایی که در برمودا و منطقه تولید بزرگ مواد مخدر در اون سو هست، و امثال اینها و تروریست های اسلامی و اینها هستند. یعنی مارکت یا بازار بزرگ تولید اسلحه این روزا کشورها نیستن، بیشتر گروه های تروریستی و خلافکاران. و چرا میخوان کمپانی های اسلحه سازی به شدت دنبال اندیشه های گلوبالیستی هستن؟ برای که این موانع دست و پاگیر صدور و کنترل واردات و صادرات اسلحه در کشورهای مختلف رو میخوان هر جور شده محو کنن. و این از چه طریق انجام میشه؟ یک، بازار آزاد جهانی که شما حتی بتونید مثلا برید روی آمازون مسلسل بخرید و فردا دم در خونه شما بهتون تحویل داده بشه. اینا دنبال همچین پدیده هستن. گلوله RPG-7 شما برین بخرید و بیارن دم خونه به شما تحویل بدن. اگر که بنا باشه مارکت و بازار و اقتصاد کشورها کنترل بشه، واردات و صادرات کنترل بشه، خب نباید این اتفاق بیفته. یکی دیگه از کارهای بزرگی که کردن سایتی بود به نام سایت جاده ابریشم، سیلک رود. این سایت یک سایت کاملا خاکستری بود که از طریق این مدت‌های طولانی به اصطلاح سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و اروپا دنبالش بودند تا تونستن اینا رو بگیرن. یک سایت به ظاهر معمولی بود، کتاب و نمیدونم وسایل عادی و خرید و فروش مثل سایت علی بابا و آمازون اینا، ولی اینها در کدهای مخفی مواد مخدر می‌فروختن و این مواد مخدر خیلی راحت تو بسته پستی میمد دم در خونه شما، از کوکائین میومد تا تریاک میومد و اصلا
هیچ نوع نظارتی نبود، چون شما موقعی که میرید تو اداره پست، وقتی یک بسته ای رو میرید پست کنید که برای شما باز نمیکنن در اینجا، میگن خب این بسته توش چیه، شما میگی لباسه یا کادوه یا کتابه یا فلان، ولی اینا در قالب همین اجناس در اینها با کدهای مخفی که داشتن و آیدی های مخفی که در پشت این سایت به ظاهر معمولی بود، مواد مخدر صادرات، یعنی فروخ خرید و فروش مواد مخدر آنلاین. این چیزی است که گلوبالیزم دنبالشه، ولی در اصل مخفی میکنن اونو در قالب این که باید مارکت ها باز بشه، اندیشه ها و تبادل اندیشه انجام بشه، تبادل فرهنگ انجام بشه و شعارهای بسیار فریبنده و زیبای دیگری که مردم میگن به چه خوب این روزا هرچی ما میخوایم میریم میشینیم یه دقیقه تو آمازون میزنیم و پیدا میکنیم. ولی این فقط آمازون نیست در فرایند گلوبالیسم که داره جنس میفروشه، هزاران هزار سایت در سراسر جهان هست که هزاران هزار کالای قانونی و غیر قانونی دیگه، حتی خرید و فروش اعضای بدن رو دارن انجام میدن و اینها کاملا شیدی و در سایه و مخفی هن. حتی ما سایت های بسیاری داریم که توش براتون اوردر می گرفتن، یا بسته شما میتونستید کانترکت بنویسید یا قرارداد بنویسید برن براتون یه نفر بکشن. و جالب همه اینا توی پدیده تجارت جهانی طبقه بندی میشد. حالا چقدر طول میکشه، چقدر اینا کار میبره، چندین هزار ساعت که سایت های مختلف رو بیاد دولت کنترل کنه، حالا مثلا FBI، CIA در سازمان های امنیتی مختلف در کشورهای گوناگون، حالا اروپا، روسیه، نمیدونم هر جا، هر جا، استرالیا، کانادا یا جای دیگه، چه اندازه هزینه و سرمایه های ملی کشورها داره از بین میره که فقط هزاران ساعت کال پلیسی و بررسی و به اصطلاح اینوستیگیشن پشت اینها قرار بگیره که بیان یه همچین چیزهایی رو در بیارن و اینقدر مدارک و اسناد بتونن جمع بکنن که بتونن صاحب این سایت ها رو بردارن بکشونن به دادگاه و برن اینا رو رو کنن که چه جرم و جنایت ها و تخلف ها و سیاهکاری ها و تباهکاری هایی داره در همین سایت های عادی به ظاهر اقتصاد جهانی، نمیدونم خرید و فروش، نمیدونم قطعات اتومبیل، خرید و فروش، نمیدونم وسایل منزل، کیف، کفش، لباس، دارو، فلان، که بیان برم ببینم پشت اینها چیه و برای چی اینقدر گلوبالیزم ارتش داره برای خودش. این همه آدمی که دنبالش سینه میزنند در جهان و مدافع این پدیده گلوبالیست هستند کیا هستند؟ یه عدهشون کورپوریشن ها، یه عدهشون مصرف کنندگان و خرید و فروشندگان و دلال های همین کارهای تاریک و پشت پرده و مخفی و تبهکارانه هستند، میدونید؟ و اینها همه موجب میشه که مردم فقط روی سطح آب رو میبینن. خدا میدونه که زیر این سطح آب آیا کوسه داره میره، آیا داره نمیدونم مار آناکوندا حرکت میکنه، آیا چه اتفاقی داره زیر این سطح اقتصاد جهانی که ما هممون به صورت عادی داریم فقط به صورت یک بازار اقتصادی میبینیم، یکی تو چین تو خونش نشسته مایو تولید میکنه، مایو میفروشه مثلا، به 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 آفرین چه خوب، انسانهای عادی هم دارن در مارکت جهانی کار میکنن، ولی این مارکت جهانی برای این درست نشد، برای کارهای بسیار عمیق و پورهای میلیاردها و تریلیونها دلاری که پشت این فعالیت‌های مخفی و پشت پرده داره ساخته میشه هم ساخته شد. علاوه بر اون که حالا کورپوریشن های بزرگ بیاد بره مثلا استارباکس توی دور افتاده ترین وسط صحرای آفریقا یه شعبه استارباکس، باورتون نمیشه، یعنی من آدم دیدم میگن مثلا میری وسط صحراهای کنیا، جایی که فکر میکنید دیگه هیچ آب و آباده نیست، یه پمپ بنزینه، دو تا دونه پمپ بنزین اونجا هست و یه دونه کافی استارباکس اون بغلشه. آخه شما باورتون نمیشه که این کاری که اینا کردن یعنی که شما ببری بازارتو به دور افتاده ترین نقاط و پول بکشی از اونجاها بیرون، ولی اون آفریقایی وسط صحرای کنیا هیچ تأثیری در بازار جهانی نداره. به ازای اون استارباکسی که همون 4 تا دونه دلار ناقابل و عجیب اینا داره میکشه بیرون از تو هر دهات کوره ای در جهان، چیزی گیر اونا نمیاد چون اونا چیزی نمیتونن صادر بکنن.
چیزی ندارن صادر کنن، همون منابع طبیعی که همیشه، همون پوست، همون حیواناتی که میکشن، همون نمیدونم منابع معدنی که دارن میفروشن، الماس، طلا، روی، اورانیوم، سرب، مس و اینها رو دارن میفروشن. و این نشون دهنده اینه که چقدر این تبلیغات ناکارآمده و مردم چقدر واقعا، یعنی چقدر این تبلیغات دروغ منظورمه و چقدر مردم گول میخورن. به عنوان مثال، مثلا کمپانی های، چرا انقدر این پدیده گلوبالیسم روش پافشاری میشه؟ برای اینکه کارخونه های آمریکایی میخوان قطعاتشون رو ببرن تو آمریکای جنوبی بسازن، تو مکزیک بسازن، برن توی چین بسازن، برای اینکه کشاورزهای آمریکایی امروزه محصولات کشاورزیشون رو مثلا بتونن نمیدونم سویاشون رو بردارن به چین بفروشن که بزرگترین مصرف کننده سویا در جهانه. ولی اینا پشتش همش کورپوریشن ها هستن. یعنی اینجوری نیست من به تنهایی اگه دو تا باغ میوه دارم فردا میتونم برم یه بازار در چین یا مکزیک برای اون دو تا باغ میوه پیدا کنم. این گونه نیست. شما برای که در این مارکت عظیم و خطرناک و پر از رقابت بتونید برید جلو، باید یک چیز قولاسایی باشید تا عملاً امکان داشته باشید که رقابت کنید و از گردونه خارج نشید. دا جایی که شما میبینید مثلا کمپانی های قولاسای لوازم آرایش یا کرم و مواد بهداشتی هست، حالا فردا شما بری مثلا سر کوچت یه کارخونه کوچیکی مثلا دم خونت بزنی و بشینی کرم تولید کنی، کسی از شما نمیخره. شما پولی نداری برای تبلیغ کردن این. اون مارکتی که شما دارید میبینید در همه جا تبلیغات گسترده میلیون ها میلیون دلار خرج تبلیغات میشه، شما هرگز قابل رقابت با اونها نیستید و نمیتونید اون بازارها رو، جایی برای خودتون در بازار جهانی پیدا کنید و محصولی رو بفروشید. و اینها اون بازی هایی است که متاسفانه داریم میبینیم. حالا در کنار اینها، گلوبالیسم چه چیزهایی رو در کشورهای مختلف، در فرهنگ های مختلف عوض کرده و نگاه مردم رو تلاش میکنه بهشون عوض بکنه. شما فیلم های دهه 70 رو نگاه کنید با فیلم های امروز هالیوود، سریال های دهه 70 جهان رو با امروز، موسیقی دهه 70 جهان رو با موسیقی مزخرف و مبتذل امروز، قیافه خواننده ها، هنرپیشه ها و هنرمندان دهه 70 رو مقایسه کنید با افراد درب داغون و فاجعه باری که امروزه توی بخش شو بیزینس و سرگرمی و انترتینمنت دارید میبینید. زمانی بود که در هالیوود شما تلویزیون رو که باز میکردید، دنیا و تصاویری که جلوی چشم شما میمه، خب شما برای چی میرفتید سینما؟ برای چی میرید میشینید اصلا فیلم میبینید؟ برای اینکه بتونید یه مقدار اعصاب و روانتون رو آرام کنید، یه مقدار ریلکس کنید. اسمش هست سرگرمی، اسمش هست وقت فراغت. و شما باید وقت فراغتتون رو چگونه پر بکنید؟ با یه چیزهای خوبی رو میبینید. شما که نمیخواید خودآزاری کنید. ما بنزه کافی در جهانی زندگی میکنیم که هر روز که تلویزیون رو با میکنیم یا جنگ یا قحطی یا آدمکشی یا تروریسم یا انواع این مسائل هست. ولی وقتی میرفتیم شما میشستید در دهه 70 در سینماهای فیلم میدیدید، زیباترین تصاویر جلوی چشم شما میامد. داستانهای قشنگ، صحبتهای زیبا، دیالوگهای خوشایند، لباسها، جامعها و پوششهای و سیمای زیبا شما میدیدید. هر چی که رویاها و آرزوهایی که در زندگی عادی مردم قابل امکان نبود و اجرا نبود، مردم در سینما میشستن نگاه میکردن و یک آرامشی بهشون این موضوع میداد. حتی اگر تو زندگی واقعیشون نبود، ولی میرفتن میشستن یک درام عاشقانه زیبا رو در مثلا برباد رفته، مثلا نمیدونم دکتر ژیواگو، مثلا این فیلم های زیبا، حتی اگه خودشون در زندگی عادیشون نداشتن، ولی این تصاویر زیبا و این داستانهای قشنگ و اون هنرپیشه های خوشپوش، خوشلباس و خوش سیما به مردم یک آرامش قلب و روانی میداد. و بعدم مردم یاد میگرفتن که چقدر خوبه من انقدر بتونم خودم رو قشنگ لباس بپوشم، اینجوری مثل فلان هنرپیشه صحبت کنم، موهامو مثل اون یکی درست کنم و زندگیمو بهتر کنم.
امروزه شما وقتی میخواین وارد یک سینما بشین یا یک فیلمی رو دارید میبینید در این نمیدونم شبکه های گوناگون، حالا از پرایم بگیرید تا نتفلیکس یا مثلا سینمای هالیوود یا هر جای دیگه، تلویزیونی که وا میکنید یا دارن با اره هم دیگر رو قطعه قطعه میکنن یا خون پاشیده میشه، اون یکی میترکه، اون سر اونو میبره، یا نمیدونم وقتی هم که قرار موزیک باشه، موزیک بسیار مبتذل، همه برهنه، آدم های بسیار بد ریخت، بد لباس، بد صدا، حتی یعنی حتی ویژگی پایه اون فنی که براش داره میاد خدماتی ارائه بده که از روش پول در بیاره رو اون ویژگی اولیه نداره. خواننده امروز میبینید صدا نداره، هنرپیشه میبینیم بازی بلد نیست بکنه و قیافه و فیزیک و اصلا مغز انگار انجام اون کاری که براش گذاشته شده اونجا و داره میلیون میلیون هم پول میگیره رو نداره. و این فیلم ها و این کارتون ها و این نمایش هایی که شما میبینید بعضی وقتا بالا هم میارید، یعنی نه تنها براتون یک جایی نیست که برید به اصطلاح سرگرمی باشه، خانواده با هم برن بشینن یک اوقات خوش و شاد و مفرحی داشته باشن، تلویزیون مثل موقع که ما بچه بودیم با خانواده هامون میشستیم فیلم هایی که میدیدیم همه زیبا بود، یه جو قشنگی بود، ما چقدر روحیه‌مون هممون بهتر میشد، بلند میشدیم از پای اون فیلم. ولی امروزه اصلا آدم میترسه که تلویزیونی رو باز کنه یا بدآموزی برای کودک و نوجوان داره یا اصلا اهدافی که پشتش هست، خیانت ها رو عادی نشون دادن، روابط نامتعارف و متعارف نشون دادن، نمیدونم از نظر زبانی جملات و کلمات بسیار زشت و رکیک روی فیلم ها و سینما و واژه های بسیار زشتی که آورده میشه، مدام در فیلم ها و سریال ها مواد مخدر، نمیدونم هیومن ترافیکینگ یا به اصطلاح قاچاق انسان ها، پدیده های روسبیگری و امثال اونها رو نشون میدن. یعنی هر چی که نگاه میکنی جهان رو زشتر کردن، جهان رو کریهتر کردن، جهان رو ترسناکتر کردن و همه چی رو به شدت مبتذل کردن. به زور به من و شما میخوام بقبولونن که یک آدم زشت بد ترکیب بد هیکل این خوبه و شما معیار زیباییتون اشتباهه، شما باید از این به بعد به این بگین زیبا. آخه شما تا چه اندازه میخواین عوام فریبی کنید؟ تا چه اندازه میخواین مردم رو گول بزنید؟ کجای جهان یک انسان عاقل نرمال سالم به یه آدم بد ترکیب بد هیکل میتونه بگه واژه زیبا؟ آخه زیبایی یک مفهوم داره. از یونان باستان ما پدیده زیبایی برای انسانها تعریف شده بود. یک آناتومی مشخصی شما باید داشته باشید، یک تقارن مشخصی باید داشته باشید، پرشنها یا فواصل اندازه های صورت و اندام شما باید به هم بخوره تا تعریف بشه زیبا. ولی امروزه میخوان به زور به من و شما تو حلقوممون وارد کنن که نه، زیبایی یعنی یه آدم بد ترکیب، بد هیکل، بد قواره، بد لباس و شما حق ندارین به این بگین غیر زیبا. اگرم بگین شما یا ریسیستین یا نمیدونم آدم خودخواهی هستین یا شما نفرت پراکنی میکنید یا شما چشمتون کوره نمیتونین درست ببینین و انواع و اقسام فرایندهای زشتی که داره این گلوبالیزم به مردم میقبولونه به جای واقعیت. و از سوی دیگه یک حرکت بسیار بسیار زشتی که گلوبالیزم داره در جهان انجام میشه میده اینه که ناسیونالیست ها رو انسانهای خشک مغز و عقب مانده و نژاد ستیز، نژاد پرست و افراد بسیار خطرناک و آدم کش میخوان نشون بدن. ببینید چقدر این حرکت زشته. اگر شما بیاید در مورد میهنتون، در مورد هویت فرهنگیتون، در مورد زبانتون، در مورد پرچمتون، در مورد کشوری که چند هزار سال یک جای وجود داره و من و نیاکانم و هزاران هزار نسل از قبل از ما اونجاها بزرگ شدن، به دنیا آمدن و زندگی کردن و ازش پاسداری کردن، هنگامی که صحبت از این موضوع میکنید به شما انگ میزنن، آه اینا از این راستی های افراطی هستن، اینها ناسیونالیستن. و ناسیونالیست امروزه
جوری این گلوبالیست ها مردم رو شستشو مغزی دادن، انگار ناسیونالیست یعنی مثلا نازی، نازی ها، انگار ناسیونالیست یعنی تروریست، انگار ناسیونالیست یعنی خطرناک، یعنی آدم بسیار بسیار نفرت پراکن، در حالی که واقعیت کاملا کاملا برعکس اینه. شما هنگامی که فرهنگ ها رو میخواین از بین ببرین و همه رو قاطی پاتی هم بکنید، بیشتر موجب نفرت میشید در مردم. و اتفاقا علتی که میبینید امروزه کشورهای اروپایی صحنه نفرت مردم از خارجی هایی که به اونجا وارد شدن شده، این درو وا کردن و میلیون ها آدم و همینجوری از این کشورهای قت و قرازه مسلمون و افراطی و آفریقایی و این ور و اون ور وارد کردن به کشورهای اروپایی. اگه من و شما هم فردا در کشورمون باشه همینجوری گله گله از این ور و اون ور کشورهای دیگه مردم لوزر و درب داغون و خطرناک وارد کشورمون بشه، من و شمای ایرانی چه عکس العملی نشون میدیم؟ آیا با آغوش باز اینها رو، عین اون کلکی که زدن 1400 سال پیش، ما با آغوش باز اعراب رو پذیرفتیم؟ این دقیقا همین دروغ بزرگی است که گلوبالیزم داره میخواد بقبولونه به کشورهای مردم کشورهای پیشرفته، که شما باید با آغوش باز هر ملت درب داغون دیگه رو بپذیرید و بعد خرج اینا رو بدید و جون بکنید، به اینا نون بدید و آب بدید و خونه بدید. و چرا یک نفر باید از خودش بپرسه چرا من باید این کار کنم؟ به خاطر اهداف انسان دوستانه. اگه اهداف انسان دوستانه دنبالش، این کمپانی های اسلحه سازی اسلحه‌شون رو نفروشن به این کشورها که جنگی در اونجا در نگیره، که مردم از اونجاها آواره بشن، از خاورمیانه و از آفریقا و از این ور اونور همینجوری راه بیافتن، ریسه بشن به سمت اروپا و امریکا. اگر شما خیلی انسان‌های انسان دوستی هستید، در اون کمپانی‌های داروسازیتون رو ببندید و تانک و توپ تولید نکنید و به این تروریستا بفروشید برای منافع بیشتر. پس شما هیچ دغدغه اهداف انسان دوستانه و بشری و حقوق بشری و مردم مظلوم و بیچاره دنیا رو ندارید. شما فقط می‌خواید فرهنگ‌ها به هم بریزه و قاطی بشه، و چی از این بهتر که میلیون میلیون به کشورهای اروپایی آدم وارد بشه. حالا اگر پرسشی دارین بانو افسانه بفرمایید. بانو آرتمیسی، سوالی که اینجا پیش میاد اینه که بر خود این کشورهایی که خب حالا مبلغ گلوبالیزم هستن، برای مردم این کشورها در آینده یا حالا در حال حاضر، با توجه به اینکه مثلا شما تو امریکا دارین زندگی میکنین، چه عوارضی داره، چه پیامدهایی میتونه این عادی سازی یا به زور قبولوندن به مردم که این سبک زندگی یا این روش برای شما خوبه، برای خود مردم این کشورها مثلا امریکا چه عوارضی داره؟ خیلی خیلی این پرسش خوبی است. چرا؟ برای اینکه این افرادی که گلوبالیست هستن، خب ما میدونیم اینا خودشون رو متعلق به هیچ کشوری نمیدونن. براتون قبلا گفتم اینها هم اندازه که در آمریکا ثروت دارن، در اروپا، در آسیا، در آمریکای جنوبی هم ثروت دارن، و هر جا که خراب شه اینا پیش خودشون فکر میکنن ما میریم یه جای دیگه و اونجا امپراتوری خودمون رو داریم. در حالی که عوارض پدیده گلوبالیزم برای مردم و همون کشورهای دیولوپ یافته به طور کلی، حالا منهای اون قضیه گلوبالیستا، خود اون کشورهایی که اینها رو پدیده گلوبالیزم موجب این به هم ریختگی ها درشون شده و مرزهاشون رو باز بکنن و همه رو بگیرن، نخستینش اینه که کشورهای توسعه یافته ای که این همه مهاجر اقتصادی کم مهارت رو میگیرن، یعنی آدمایی که لو اسکیل هستن، کاری بلد نیستن، یه مش آدم پابرهنه مثلا فرض کنید از آفریقا، یا یه مش مسلمان بدبخت واقعا دست به دهن دارن مثلا از خاورمیانه، حالا مثلا از کشورهای بدبخت مثلا سوریه و نمیدونم عراق و اینا که داریم میبینین چه جوری دارن زندگی کنن، افغانستان و این و اون، راهی اونجا میشه. خب اینا هیچ مهارتی ندارن، هیچ تحصیلاتی ندارن، هیچ تخصصی ندارن. وقتی اینا میرن اونجا و دولت مجبور میشه طبق قوانینش به این افراد
کار بده، موجب میشه که شهروندان خود اون کشور، کشورهای پیشرفته، بازار کارشون از دست بره. وقتی شما کارگر مثلا سودانی رو بری استخدام بکنی برای مثلا جاده سازی، دیگه کارگر هلندی و بلژیکی و فرانسوی و انگلیسی نمیتونه کار کنه، چون شما دولت مجبوره طبق معاهداتی که داره اینا رو ببره سر کار تو اون کشورها. حالا بعد از اینکه 2-3 سال 4 سال اینا مفت خوردن و گشتن و پول بهشون داد و کار یاد نگرفتن، حالا به هر صورت اینها رو اگه بخواد تو بیسیک لول هم ببره، تو پایه هم ببره سر کار، فرصت کاری مردم خودشو ازشون میگیره. دوم اینکه شهرها و جاهایی که کل اقتصادشون روی یه دونه بیزینس هست، در واقع مثلا فرض کنید شهرهای کوچکی که قبلا مثلا فقط یه کمپانی بزرگ مثلا فورد یا جنرال موتورز مثلا توش بوده و در واقع خودشون تولید کننده بودن، هنگامی که این دسته دسته از این پدیده گلوبالیسم اتفاق میفته، این کمپانی ها در اون شهرهایی که فقط بر مبنای این اینداستری یا این فن، این فناوری، این صنعت بنا شده بودن، هنگامی که این قطعات میره بیرون از اون کشور ساخته میشه، یهو میبینید یک شهر یا یک روستا در یک کشور تبدیل میشه به خانه ارواح، همه از اونجا میرن، چون کمپانی که بسته بشه شهر کلپس میکنه، خراب میشه. و این اتفاق در بسیاری از شهرهای شمال آمریکا و شمال شرق آمریکا افتاد، جاهایی که کارخونه های جنرال موتورز و کادیلاک، بیوک یا فورد و امثال اینها بودن، بعد از اینکه این کمپانی ها بسته شدن و قطعاتشون رو بردن در چین یا مکزیک یا کشورهای جهان سومی دیگه شروع کردن به تولید کردن، کمپانی ها اونجا تعطیل شد کارخانه ها و مردم اون منطقه بیکار شدن و مجبور شدن از اون منطقه مهاجرت کنن و شهرهای بسیار متروکه‌ای ما الان در شمال و شمال شرق امریکا داریم و این اتفاق در بسیاری از جاهای دنیا افتاده. من نمونه ها رو از آمریکا میگم چون دقیقا در اینجا اطلاع دارم به جزئیات. از سوی دیگه هنگامی که مردم در یک منطقه، مردم بومی یک جا میبینن که فکر میکنن که بخش مهمی از باجتشون یا بودجه‌هاشون داره میره برای ارگانیزیشن های بین المللی، برای کشورهای دیگه، برای ساختن کشورهای دیگه، چون موقعی که این پدیده گلوبالیسم ایجاد شد همش گفتن مرزها رو بر می‌داریم، حالا مثلا این کمپانی یا این مثلا شرکت ارگانیزیشن مثلا بزرگ مثلا یونیسف یا این یا اون میره مثلا در آفریقا یا در آسیا یا در آمریکای جنوبی مدرسه بسازه یا چیزای دیگه بسازه. خب مردم می‌بینن بابا من خودم در این کشور پول ندارم بچه‌مو بفرستم مدرسه‌ای که می‌خوام، یا کوالیتی آموزش پرورش من کیفیتش اومده پایین، ولی پولای ما یه مقدارش باید بره مثلا به عنوان تکس یا به عنوان فلان یا به عنوان بخش‌های مختلفی که از بودجه یک کشور منظور میشه، بره تو این کمپانی‌های بین‌المللی که در جای دیگه، در یک کشور دیگه، در یه بخش دیگه دنیا هزینه بشه، در حالی که ما خودمون یه چرخمون مثلا لنگه. از سوی دیگه قیمت اجاره ها و قیمت ها در کشورهای میزبانی که میلیون ها میلیون مهاجر میاد توش به شدت میره بالا. حالا شما احتمالا خودتونم در اون کشوری که هستین اینو تجربه کردید، اگر که مثلا در چند دهه پیش هر کدوم از این کشورهایی که امروز مهاجرای زیادی میان توش، حالا یا بعضی اونجا میمونن بعضی از اونجا میرن به کشورهای دیگه، دقت بکنید میزان اجاره ها و قیمت ها بسیار بسیار در مثلا 20 سال گذشته رفته بالا و این داره به مردم اون منطقه فشار میاره دیگه، چون شما موقعی که به عنوان مثال من مثلا حالا یک شهر نمونه مثال میزنم، استانبول در 30 سال پیش 3 میلیون جمعیت داشت، امروزه استانبول 17 تا 20 میلیون جمعیت داره. خب این جمعیت 17 تا 20 میلیون از کجا اومده؟ خود ترکیه که جمعیتش اینقدر رشد نکرده. هر جایی که یه جنگی میشه دسته دسته از افغانستان برن، خب بالاخره از ایران برن، یا مثلا از ارمنستان، چه میدونم از آذربایجان بیان، از عراق مثلا یه عالم آدم، از سوریه یه عالم آدم ریخ اون موقعی که جنگای اون ناحیه شده. خب
این افرادی که میریزن تو اون کشور قیمت ها رو میبرن بالا، رنت ها و اجاره های اونجا رو میبرن بالا، برای مردم اون منطقه که دارن تو زندگی میکنن زندگی رو سخت تر میکنن. از طرف وضعیت ترانسپورتیشن، حمل و نقل عمومی، ترافیک و بسیاری از چیزها در کشورهایی که همینجور دروازه و آدم های مختلف میان توش و همینجوری بی حساب و کتاب همه چی داره در واقع انجام میشه، مثل برداشته شدن مرزهای اروپا، خب این موجب شد که قبلا مثلا در این کشورهای اروپایی یک پیشبینی شده بود برای میزان رفت و آمد اون کشور، مثلا آلمان برای خودش، فرانسه برای خودش، هلند برای خودش، ولی هنگامی که مرزها باز شد و یه عالمه جابجایی انجام شد و بویژه از بیرون یه عالمه افراد اومدن و ریختن، خب خیلی از این ترانسپورتیشن ها دیگه کفاف نمیده، شلوغتر میشه، پرجمعیت تر میشه، در هم برهمی بیشتر میشه، تخلف تو اینا خیلی بیشتر شده، جیببری و دزدی و نمیدونم امثال اینها توش بیشتر شده و خب خیلی از این مسائل بدتر شده در کشورهای مهاجرپذیر یا کشورهایی که در سر باز شدن در مرزها و اقتصاد جهانی اینقدر آشفتگی توش ایجاد شده. از سوی دیگه قیمت ارزان کالا که در همین کشورهای به اصطلاح جهان اول در که یه مقدار ممکنه ارزونتر باشه اگر کالایی از کشور مثلا جهان سومی تر یا کشورهای در حال توسعه یافته تر وارد بشه اونجا قیمتش ارزونتر، یه کمی ممکنه قیمت کمتر بشه، اما به ازای کم شدن قیمت کالا ارزش اون کالا هم اومده پایین تر. به عبارت دیگه کیفیتی که شما در گذشته زندگی می کردید امروزه زندگی نمی کنید. تلویزیونی که مردم یک سال یه موقع می خریدن مادام العمر یه خانواده داشت، یا یخچالی که مادام العمر داشت، یا گاز و ماشین رخشویی، امروزه 5 سال 7 سال بیشتر کار نمی کنه. درسته که ممکنه قیمت ها از اون کشورها وارد میشه کمتر باشه به نسبت قیمت تمام شده در خود کشورهای بسا جهان اولی تر، اما ارزش کالاها اومده پایین و میزان دوامشون و کیفیت زندگی مردم هم اومده به همون نسبت پایین. از سوی دیگه اون چیزی که به اصطلاح اسمش هست سیستم غذایی، امروزه میبینیم که روز به روز داره بیشتر نابرابری و بیعدالتی جوش زیاد میشه. چرا؟ برای اینکه اگر در دوران گذشته به عنوان مثال مثلا در 150 سال پیش در همین کشورهای اروپایی اگر کسی خلافی میکرد، عده‌ای که از خانواده های اشراف بودن بسیار اندکتر بود به نسبت همه جمعیت، تا امروزه افراد میلیاردر و سوپر میلیاردری که در جهان وجود دارن که از اون قشر اشراف گذشته بسیار تعدادشون بیشتر شده. و ما از اونجایی که میدونیم کسانی که معمولا قانون رو میخرن و افراد قانون رو میخرن افراد ثروتمند و صاحب نفوذ هستن، بنابراین خرید و فروش قانون امروزه به مراتب بیشتر از گذشته شده. یعنی اگر قدیما، اگر مثلا فرض کنید لرد مثلا فلان کسک در انگلستان اگه یه خلافی انجام میداد، فقط خانواده لرد رو نمیتونست مثلا اون لرد خاص مثلا یا اون 4 نفر و نصف آدمی که مثلا در هر شهر ممکن بود جز قشر به اصطلاح بورژوای اون شهر باشن رو خیلی نمیتونستن مجازات بکنن، الان اون قشر بورژوای تبدیل شده به یک قشر خیلی بیشتری و از آدمهای خیلی خلافکارتری تشکیل شدن، چون خیلی از این ثروتهای آنچنانی در قالب کارهای آنچنانی به دست اومده، مثل همینایی که بهتون گفتم سایت های غیرقانونی، کارهای مخفیانه زیادی که در پشت این پدیده های گلوبالیز و ثروت هایی که امروزه خیلی از این کورپوریشن ها دارن به بر مبنای بردهداری نوین از میلیون ها و میلیارد ها انسان این ثروت های نجومی و غیر قابل تصور به دست آمده، خب اینا تعدادشون خیلی تعدادشون بیشتر شده از اون تعداد یه قشر کوچکتری که ممکن بود از اعیان و اشراف و افراد صاحب نفوذ در هر کشوری بودن، و به همین روی افراد دست نیافتنی توسط قانون خیلی بیشتر شده.
به عنوان نمونه شما تو همین ایران خودمون نگاه کنید. حالا سوای قضیه این که ما اصلا در دوران پیش از انقلاب یکی از پاکترین و سالمترین سیستم های غذایی و مستقلترین سیستم های غذایی جهان رو داشتیم و واقعا همشون قضات بسیار بسیار درستکار و سالمی بودن و نه به جان و مال و نوامیس مردم نظر داشتن و نه تخلف آنچنانی در کارشون دیده می شد، برای اینکه بسیار اینها رو قشنگ آدیت و بررسی می کردن. اما ما اونجا در پیش از انقلاب حتی شاه دخت اشرف از مرز هوایی یا زمینی یا دریایی از هر بخشی از کشور خانواده دربار وارد می شدن، گمرک تمام چمدونا رو باز می کرد، بررسی می کرد و گمرکی باید می پرداختن، حتی خانواده دربار. و حالا کلن عده اینها، حالا کلن چند نفر بود، به 200-300 نفر نمی رسیدن. کل دربار شاهنشاهی از خود شاهنشاه تا تمام خواهر برادرها و بچه هاشون، زناشون و شوهراشون به 200-300 نفر نمی رسیدن. خب اگر 200-300 نفر هم تازه بودن، تازه از مرز رد می شدن، گمرک اینا رو بررسی می کرد. امروزه ما با بخش بزرگی دزد و اختلاسچی و قاچاقچی و برادران قاچاقچی سپاه و بسیج و نمیدونم اطلاعات و اینور اونور مواجهیم و تمام اینا تا بیخ دندون فاسد و تمام سیستم قضایی تا بیخ دندون فاسد و محاله. زنشون رو میکشن، زندانی نمیکشن. بچهشون رو میکشن، زندانی نمیکشن. محسن رضایی رو دیدین، پسر خودشو کشت. اون یکی که خانمشو کشت بشد رفت قشن با اسلحه نشست تو کلانتری، واسه چایم چای قند پلو هم آورده بودن، بعدم هیچی به هیچی. یا امثال اینها بسیار زیاد میبینین. افراد دست نیافتنی توسط قانون بسیار بسیار بیشتر از پیش شده، برای که هم این افراد خرخره فاسدن و ثروت های نامشروع دزدی های بسیار دارن و با همین ثروت های نامشروع دزدی های بسیار قضاتی رو میخرن که خود اونها بر سر مسندی که نشستن نامشروع و با پارتی بازی است. و برای همین شما میبینید که سیستم قضایی امروزه در جهان به مراتب از سیستم قضایی گذشته ناکارآمدتر و فاسدتر داره میشه، برای که افراد دست نیافتنی، دست نخوردنی در جهان داره تعدادشون بیشتر میشه که پول خرج میکنن و هر خلافی هم میخوان انجام میدن و هیچ جاشون هم به هیچ جا گیر نمیفته. از طرف دیگه بردهداری کاملا مخفیانه است در دنیای امروز و مردم با میل خودشون برده هستن. همین که من و شما باید تلاش کنیم از روز اولی که توی این کشورهای پیشرفته به دنیا بیاید تا روزی که بمیرید همه چیتون رو کردیته و باید تمام اینها رو پرداخت بکنید و روزی هم که میمیرید تازه بعد از 60 سال 70 سال زندگی کردن، مردم هنگامی که در آمریکا میمیرن خونه شون رو تونستن پیاف بکنن. 90% مردم آمریکا دارن در این لول زندگی میکنن که موقعی که میرسن به سن بازنشستگی تازه که خونه خودشون دارن، که تازه فاصله 60 سالگی تا 65 سالگیشون که بیمه های دولتیشون برقرار میشه، اگه برای اینا اتفاقی جراحی چیزی هم اتفاق بیفته، حتی ممکن طرف مجبور شه خونه هرم که کامل پرداخت کرده و مال خودش شده رو بفروشه، خرج درمانش بکنه تا برسه به 65 سالگی که بره زیر پوشش دولت، بیمه دولتی. و این اتفاقاتی است که داره در این کشورها میفته. بنابراین بردهداری اینقدر زیادتر از گذشته شده. درسته کسی اسمش کلفت و نوکر نیست مثل زمان قدیم که مثلا میگفتن طرف 20 آدم داره براش کار میکنن تو خونش، ولی همه ای ماهایی که فکر میکنیم خیلی مستقلیم، خیلی هم زخونه و زندگی های خودمون رو مثلا داریم، ولی هممون تا دندون گیر این وام ها و این پرداخت ها و این دویدن ها برای اینکه کار کن پول در بیاد بده، کار کن پول در بیاد. و هر کسی یه خونه میخره تقریبا 2 برابر پول این خونه رو وام داده تا اون خونه رو خریده در مثلا 20 سال 30 سال. و اینها همه انواع بسیار بردهداری بزرگی است که بعد از این اتفاقات در جهان افتاده و خب اینا همین اتفاقاتی است که متاسفانه داریم میبینی. و بعد از یه مدت به نظر من مهاجرت های وارونه شما خواهید دید که اتفاق میفته، برای که انقدر در این کشورها هزینه زندگی و همه چیز داره میره بالا که خیلی از مردم کشورهای توسعه یافته به طور کاملا
با میل خودشون مهاجرت میکنن به کشورهای در واقع کمتر توسعه یافته به خاطر فرار از مالیات‌های کمرشکن و فرار از در واقع این نوع بردهداری که هرچی میدویی به جایی نمیرسی و یه عده دیگه دارن میان با پول تکس تو مفت میخورن و میگردن در این کشورهایی که میبینیم، ما هممون داریم میبینیم دست دست آدم واردش میشه و یه عده خودشون با میل خودشون شروع میکنن به رفتن از این کشورها، میگن بابا ما هرچی در میاریم با خرج یه عده دیگر بدیم، بهتر بریم یه کشوری که حداقل خرط و خری مثلا باشه و از ما مالیات و وام کمتری بگیرن. برو آرتمیس، خب حالا با توجه به اینکه مردم هنوز و همواره فریب رسانه ها رو، فیک نیوز ها رو و اصلا چه خوراک هایی که اینا خودشون به خورد مردم در به رسانه میدن، شما فکر میکنین چه راهکاری باید پیش بگیرن حالا کسانی که واقعا مخالف این نظم نوینی که خیلی دارن بهش روش تاکید میکنن، چجوری میشه این افراد مردم جهان رو آگاه کرد یا از این خواب گرانی که درسته. دارن قشنگ توش غرق میشن بیدارشون کرد؟ و میبینیم که واقعا هم روز به روز، مثلا این همه، خب ما نمیتونیم بیایم بگیم فلان رسانه، همه میدونیم که در اختیار این قدرت چیز هستش، جهانی هستش. چجوری میشه مردم رو آگاه کرد که یه ذره بیشتر نسبت به مسائل اطرافشون خب بانو آگاهانه افسانه، تر نگاه کنم و به نظر میرسه که بهترین راه اینه که مردم رو تشویق کرد و ازشون خواست که در دقیقا در روز نیم ساعت تا یک ساعت بذارن به خوندن اخبار یا شنیدن اخبار گوناگون و اون چی که میبینن رو نگه دارن، بیان بین خطوطش رو بخونن، بگن حالا اگر این چیز غالبی است که داره تبلیغ میشه، ببینیم چه چیزهایی رو اینا سعی میکنن بد بدونن، بد نشون بدن یا در موردش بدگویی بکنن، مثل اتفاقی که الان در مورد ملکه انگلستان که در گذشته داره همه جا اتفاق میفته که همه بدبختی های ایرانی ها، همه بدبختی های جد و آبادشون هم دارن گردن ملکه میندازن، در حالی که اگر شما خودتون سریال کراون رو دیده باشید متوجه میشید که ملکه حتی در مورد امور داخلی انگلستان از اختیاراتی که قانون اساسی در اختیارش گذاشته بود به جز 4-5 مورد و استفاده نکرد بیشتر، هم در امور داخلی هم در امور خارجی. حتی در بسیاری از موارد اگر شما تو این سریال ببینید، مثلا مارگارت تاچر که نخست وزیر بود اومد به ملکه گفتش که مثلا من این جدای طلبان اسکاتلند و ایرلند رو سرکوب میکنم، برای که اینا هر روز کارشون شده بود بمبگذاری انتحاری و مردم رو کشتن. ملکه حتی گفت نه، اینا مردم انگلستانن و نباید این کار بکنیم، کارو بکنیم. ولی مارگارت تاچر وایساد و گفتش که نه، شما نمیدونی من چی میخوام انجام بدم، شما خودتو بذار کنار از موضوع و مسئولیت کامل رو من به عهده میگیرم و من اونجا رو درستش میکنم. یعنی میخوام به شما بگم حتی در موارد داخلی که یک اعمال نظری ملکه میکرد، چون ملکه که اونجا تصمیم گیرنده سیاست داخلی و خارجی کشور نیست، ملکه فقط میتونه اعمال نظر بکنه، قانون بهش این اجازه رو در مواردی که داده، که تازه از تمام اون مواردی که بهش قانون اجازه داده در چند مورد بیشتر استفاده نکرده در 71 سال. و این مجلس بیویژه سیاست های خارجی آمریکا، انگلستان رو، مجلس اعیان انگلستان، حتی مجلس عوام هم نه، مجلس عوام سیاست های داخلیشون رو تعیین میکنه، مجلس اعیان هستن که سیاست های خارجی و برنامه های کلی رو با کمک سازمان اطلاعات و سیستم های ارتش و این چیزا انجام میدن. یعنی اصلا این گونه نبوده که مثلا ملکه انگلستان بیاد بشینه و در مورد مثلا بگه حالا فردا ما میریم انقلاب میکنیم توی ایران، حالا بیاین فردا بریم مثلا این کارو بکنیم. این گونه نیست اصلا سیاست، و این رو مردم نمیفهمیدن. میدونین مردم همون جریانات دایجان ناپلئونی هنوز تو ذهنشون بود که
درسته که انگلستان ممکنه یک سیاست گذاری هایی میکنه، ولی انگلستان قضیهش با خود ملکه یکی نبود، همون گونه که در بسیاری از مناطق دیگه جهان، مثلا شما در هلند، در سوئد، در بسیاری از این کشورهای اروپایی که پادشاهی دارند دارید میبینید. تازه ملکه انگلستان از تمام اونها نیرومندتر بود و قدیمی تر بود، ولی با این حال از اون حوزه اختیارش استفاده نکرد. ولی میخوام اینو به شما بگم، عمو مانوک اگه یادتون باشه، مانوک خدا بخشیان همیشه اینو میگفت، میگفت برید بین خطوط رو بخونید، تلاش کنید آنچه که رسانه های گوناگون دارن به حلقوم شما فرو میکنن، به زور میقبولونن بهتون، میخوان بخورونن بهتون، شما همه اونها رو بشنوید، ولی بعد برید بینش رو بخونید، خودتون فکر کنید ببینید چرا اصلا باید همچین چیزی اتفاق بیفته، چرا همچین چیزی روی میده، دلیلش چیه، پس زمینش چیه. تاریخ باید انسان بدونه، مطالعه باید بکنه، سیاست بخونه. همه مردم متاسفانه، نه، ما موقعی که میخوایم بریم پیش جراح مغز و اعصاب، میریم بهترین متخصص جراحی مغز و اعصاب پیدا میکنیم که بریم مغزمون رو بدیم جراحی کنه، ولی همه مردم فکر میکنن سیاست یک امر بسیار بدون احتیاج به مطالعه و بدون دانش سیاسی داره که همه میتونن در موردش اظهار نظر بکنن، هر کس از مادر بزرگش قهر میکنه میاد سر کوچه بحث فلسفی و سیاسی آغاز میکنه، در حالی که سیاست هم مثل جراحی مغز و اعصاب یک ساینسه، یک علمه، و شما تا سیاست ندونین، تا پایه های سیاست رو ندونین، مثل اقتصاد، شما تا پایه های اقتصاد رو ندونین، خمینی میشیم که برمیگردیم میگه اقتصاد مال خره. میدونی اگر شما نالج و دانش کافی راجع به هر چیزی نداشته باشین، نمیتونید درست متوجه اون موضوع بشید. بنابراین مهمه که مردم آغاز بکنن به اندیشیدن، خوندن و یاد گرفتن، و نه اینکه هر چی که در شبکه های اجتماعی میشنون رو باور بکنن. میدیا دست کیه؟ تمام این 40 سال مردم رو با چی بمباران کردن؟ یادتون میاد اون زمانی که میخواستن شورش 57 در ایران را بندازن، چگونه از شاهی هیولا ساخته بودن؟ همین شبکه های CNN، BBC، نمیدونم دویچه وله، این اون شبکه های گوناگون در جهان چگونه شبان روز شاه رو محکوم میکردن به زیر پا گذاشتن حقوق بشر؟ و اگر که مردم اینقدر باورمند نبودن به این شبکه های اجتماعی و خودشون یکم فکر میکردن و خودشون دقت میکردن به اتفاقاتی که داره کرده کشورشون میدونه، تاریخ کشورشون رو میدونستن که ما چی بودیم، از کجا به کجا رسیدیم و داریم به کدوم سو حرکت میکنیم، اگه اینا رو میدونستن هیچ وقت نمیومدن بازیچه دولت های غربی بشن. من هیچ وقت نمیگم که دولت های غربی نقش نداشتن، دولت های غربی دقیقا به خاطر بهای نفت و اینکه شاه جلوشون وایساد و گفت ما نوکر چشم آبی نیستیم، میخواستن اون حکومت بره و تا امروز هم با حکومت شاهنشاهی در ایران ما مخالفن، ولی این الزامن هیچ ارتباطی به شخص خودمون ملکه نداشت. منظور من اینه که ما این چیزها رو که باید بفهمیم، این که چه سیاست های گلوبالیست ها دارن جهان رو به سوش میبرن و ما باید برای مملکت خودمون، ما اصلا به دنیا هم کاری نداریم، دست کم ما ایران خودمون رو بتونیم چه کار بکنیم که اگر فردای روزی این حکومت در ایران افتاد، ما نیایم بریم بیفتیم یه راست تو حلقوم گلوبالیستا و بیان ایرانمونم بردارن و ببرن و بخورن و بچاپن و درارم باز کنن، به همه صادرات بدون هیچ نوع واردات ممام بشیم، یه کشور بدبخت دیگه مثل هزاران کشوری که تا ذره آخر خونشو دارن این زالوهای اقتصادی جهانی میمکن. کاملا درسته برای آرتمیس. امیدوارم که حداقل مردم کشورهایی که یک زمانی برای خودشون یه هویتی داشتن به این آگاهی برسن که با جهانی شدن، این همون قضیه کمونیسته دموکراسی. که کمونیسمه که سرانشون تبلیغ میکردن که برابری نان کار آزادی برای همه، اما در واقعیت این نبود و مردم همون طبقه کارگر روز به روز فقیرتر میشدن و سران هم روز به روز تر بهتر. امیدوارم که مردم ما، حداقل مردم یه پدیده جهانی کاملا، اما امیدوارم که مردم ما هم به این آگاهی برسن که برای 5 تومن وام که بهشون میدادن برای رفتن به نجف و کربلا اینجوری خودشون رو به کشتن ندن و فریب نخورن. رسانه ها همه
اخبار فیک و دروغ رو به خورد ملت ها میدن، نه فقط ایران بلکه جهان توی این عصر توی این دوره. اما مردم باید هوشیار باشن که نه تنها فریب این حکومت ها و این گلوبالیسم ها نخورن، بلکه بدونن که چی میخوان و چی کار باید بکنن. و این هم جز با آگاهی، مطالعه و دانستن فرهنگ. سپاس. من فکر می کنم که چون که اینترنت بانو افسانه قطع شد، من خداحافظی می کنم اینجا و امیدوارم که در برنامه های بعدی باز در برنامه های جنبش رنسانس ایرانی شما رو ببینیم. بانو افسانه، شما برگشتید؟ بله، فکر کنم اینترنت من مشکل به مشکل خورد، بله ولی خب بله الان من برنامه تصویر شما شما رو فکر کنم ندارم، تموم ولی شد. ولی اوکی، آها الان تصویرتون اومد، درست. من داشتم خداحافظی میکردم، دیدم که شما قطع شدین، گفتم اوکی، پس دیگه صحبت پایانی اگه داری بانو آرتمی، چون اینترنت من از سپاسگزارم. بانو مشکل خورده. بله هیچ سپاس از اشکالی نیست، حضورتون، تا زنده برنامه باشید، به آینده امید آزادی آینده پاینده ایران ایران جاوید شد.